ادبیات و علوم بشری و استادان گرامی معاصران و مشرفان عزیز در این محفل خیلی مطلب مطلب دارم. عزیزان، روزهای در تاریخ که یادآور شجاعت و شهامت یا فیزیکی یا فکری کشورهایی بودند که در راه از اون جانهای خود را فدا کردند. از این جمله یکی روز سوم ماه می که امروز شما تشریف دارید، سوم ماه می در یک جمله از اون روز شما که در سال 1991 جمعی از ژورنالیست‌های کشور نهانی ها در افریقای مرکزی به دلیل گفتار حقیقت و حقیقت گویی و افشاگری بعض مسائلی که در پشت پرده وجود داشت مورد در روشن به پلیس قرار گرفتند و اینها در پی مظاهرات بسیار وسیع داشتند. بالاخره گپ به سازمان میهن مدرن رسید و خلاصه بکنم که یونسکو و سازمان فرهنگی ملل متحد پیشنهاد کردید رو در عنوان روز جهانی روز آزادی و دعا جهانی آزادی بیان سازمان ملل متحد در سال 1993 این روز عنوان یک روز جهانی شناخت. روز ما هم شاهد برگزاری محافل پالیتو در افغانستان هستیم. من از نیاز صحبت می کنم، فقط می خواهم روی دو نقطه اشاره داشته باشم. اشارات بسیار کوتاهی. اول که آزادی بیان، شما دوست آزادی یکی از ارزشترین پدیده های عناصر است که خداوند برای بشر ذاتاً واسطه‌تر ادعا کرده و این حق جدایی ناپذیر از غیر قابل انتقال است و تجزیه ناپذیر از یک حق فطری و اساسی است و بیان همچنان بنابراین این هر دو تا یک جامعه شن و یک جامعه مدنی و جامعه دموکراسی را بسازن. شما بفهمید که به قول بعضی از دانشمندان نگه انسان زبان اندیش است، به این معنا که از هم زبان و هم اندیشه ماهیت انسان از حیوان متفاوت بسازه. چون که ارسطو میگفت که انسان حیوان ناطق است، به هر جا بخریم امروز سخن مرز بسیار متفاوت بین انسان و حیوان شناخته شده. لحاظا تفکر و اندیشه انسانی باید آزاد باشد. اگر این در قید و بند اسارت زلگویا و کسایی که بر ضد منافع دونها هستند ایستادگی کنند، یقینا که جامعه به گمراهی میره، جامعه یک بحث و گفتمان نمیگی آغاز نمیشه و این جامعه مقدر و ایستا باقی میمانه. بنابراین برای رشد افکار عمومی ما نیاز به آزادی بیان داریم که خوشبختانه افغانستان یکی از کشورهایی که در منطقه این یک فرض بارندی دولت و ملت افغانستان است که آزادی بیان ما با مناطق از کشورهای همسایه و حتی در فرض کشورهای جهان حق بسیار بزرگ و مقام بسیار بلندی دارد. و اما باید بسیار مطمئن شد دوستان عزیزی بعد از دوه در اینجا به شما اعلام میکنم با تمام جزئیات نه فقط اما قدر اشاره داشتم که بزرگان و عزیزهایی که در اینجا تشریف دارن این به عنوان یکی از پرارزشترین پدیده ها و عناصری که برای بشر ادعا شده و رد شده شناسایی کنن. چرا خود آزادی بیان بدتر به موضوع سایر انتشافات در قسمت اقتصاد، فرهنگ، تکنولوژی و اگر ارتباطات بین‌المللی و آزادی بیان در جهان حکومت گرفته، ما شما امروز به این جای هستیم نمی‌رسیم. در این راه هزارها سند از همبستگان عزیز ما جانهای شیرین خود را فدا کردند تا اینکه ما به این رسیدیم. این روز مبارک بین‌الملل به جناب حیات محترم رضوی فرانسی مهران اساتید گرامی و آغاز که از حقوق بشر هستند، خصوصا برای استادان عزیز ما اهم از خانمها و آقایان از صمیم دل تبریک عرض میکنم و امیدوار هستم که تنها سالنامه به عنوان روز آزادی مطبوعات در ذهن اکثر برای یک روز تصدیح نشه و
بلکه هر روز باید بزرگی به دعا خوشه. هر روز باید هر لحظه زندگی رو دعا باید به هم بزرگی بیان بکنه. بیشتر مصرده وقت جمعه شد از اینکه سخنهای پراگرده من تعمل کردیم از جانده شما کشم. Ahora estamos en